برای نامزدارا است. خب حال خویش خوش هشت دفعه تو پیاده در هیچ دفعه گفتی دیگه افسوس خوردی که دستام خوش شد. افسوس دیگه. افسوس چرا؟ بس همه قد بسته سب کن نخواستی کت تو بیا در سرم خود ریشخند میده یا سر ما بای خیلی خوب بود. سلام علیکم قندلک های معموله که چنل پریفان پریفان هستم نیستم سینا هستم در خدمتتون برگشتم در کنار پریسا. همیشه میگم من خودم اسم خودمو میگم پریسا هستم در چنل خودتون. خوش اومدید به این ویدیو. خیلی خوش برگشت به ویدیو دیگه با ما اومدیم. بریم یه ویدیو طنز بسیار دوست داشتنی که لینکش در دسکریپشن اون پایین هست رو ببینیم. پس لایک ویدیو رو بزنید، چنل رو سابسکرایب کنید، ما رو به دوستاتون معرفی کنید. اگر من نپرم توی حرف ادامه دارد این داستان. چی آوردی برامون؟ چی داریم؟ کاکا آصف جان جلالی و یکی از خفن‌ترین برنامه هاشون. همش خوبه ولی این یکی کلاه قشنگه راستی. گوشی‌ها رو سایلنت. تغییر دادم کل ژانر کلاه رو بردیم روی ژانر دیگه. به به مبارک. خیلی بهتون اومده. یه 10 سالی اومده رو سنتو. شبیه پیکاسو نشدم یکم. خب بریم سریع این ویدیو رو با هم ببینیم. تیک تاک و اینستاگرام پریفان هم میذارم این بالا پایینا ببینید و کیف کنید و بیاید اونجا و با هم دیگه نظرتون راجع به پروفایلمون چیه قندلک ها؟ امیدوارم که سینا اومده توی پروفایلمون لذت کافی برده باشید. بدون معطلی میریم و برنامه کاکا آصف عزیز رو شروع میکنیم. حاضرید؟ بزنید بریم لینک. عاشق شروع این برنامه هم با این موزیکای السلام. او چه پالتویی چه کتی. دستتان درد نکنم ماشاءالله. السلام علیکم. بیننده های عزیز شما را هم خوش آمدید میگیم به برنامه دم بدم از تلویزیون جهانی خورشید. خورشید تیوی. شما را به انتظار زیاد نمیمانیم. مهمان برنامه ما بانوس مقبول است، جوان است، خوش صدا است، بله، نازنتینش، آها، محترمه، اسما وصال، با افتخار بانو وصال، اسما، دست، چک، اسما وصال، نمیشناسمشون بچه‌ها، مطمئنم برنامه خیلی خفنیه، مهمان‌هایی که میان، چه اینو فرستاده بودید و گفته بودید این ویدیو، بریم ببینیم این ویدیو. بانو اسما وصال خوش آمدین به برنامه دم بدم. تشکر، زنده باشین. سلام تقدیم میکنم به شما، به حاضرین در تالار و به بیننده تلویزیون خورشید. قربان شما. زنده باشین. تشکر. به قربانم بریم. دوباره شروع شد. افکت های جدید آوردن گروه موسیقی برام. تشکر، زنده باشین. توجه چشمی آدم را جلب میکنه. پیرانتان مقبول میگن نظر نشین. من چشم نظرام ندارم. بزن به تخت. چطور زرد پوشیدی؟ من نمیفهمم. همیشه وقت به خریداری میرم همیشه با لباسای زرد علاقه زیاد میداشته باشم. همیشه لباس زرد میخرم. نمیفهم خودم هم چی. ای خو در کتابت یا در کتاب ها مثلا زرد به چی جدایی معرفی کردن یعنی تشبیه کردن. خب دیگه نمیفهم. شاید در قسمتم جدایی باشه. خدا رو شکر نشده. چی وقت بخیر جوره میشه که خدا وقت اوساتا نبیاره که باز جورام شوین باز ببینم که زرد پوشیدین. خب ما گفتم نه همیشه ما کوشش میکنم که دیگر رنگ بخرم و وقت میرم اون چشش میگیره بانو رو زیادتر لباسه زرد دارم. خب بس خداوند خوش داشته باشید. تشکر. ما میگیم که ام دخترها رو یک ذره ناز بتیم. مستش میکنیم. خوبه باشه غال مغال خانما در شهر و بازار سرمم برای همی هر جای یگان سیاسر خوشنمایش که انتقاد میکنه. خب برو خیر یگان تا از من بدتر شام زنار زیاد آزار میتی خیلی خوشنمایش وکیل آزار دادن نشود. وکیل آزار بتی چیز بگی میکشید، وزیر میکشید، مثلا پاچا میکشید، دیگه میکشید، کماندان میکشید، تنه هیچ کس چیز گفتن نتانی. از مقبولا که بدرنگا زیاد سیاست میکنن. زیاد سیاست میکنن. مثل شما آره. وای، میکا خواستن میزنه.
خب آصف اینجا رو دیگه ندونست چی کار کنه. الان میاد جواب تا میده. خب دختر فرمیه که قرضدارت. یکی طلب من. قدتان؟ قدم پخش است. چند است؟ پخش چطور میگن؟ حدس بزن ببینم قدشون چقدره. 1.67 پخش یاد دیگه نسبت به من میگن یا؟ نه شما خوب بسیار بلند هستین ماشاءالله دیگه حالا قدر دیگه نه اندازهش برتان معلومه؟ نیست معلوم شما تا حال خودم متر نکرد نه متر بلند نمیگه میشه آدم که تو راست خو شو ای دو دست خدای تو باز بگیره فیس اینه هیچ رو خوام نه اینه دو دسته این یک تار بگی از این نوک کلک وسط تا این نوک کلک وسط مرسی چه نکته خوبی گفت اینو قبلا من شنیده بودم چرا دیگه همینه دیگه از این نوک دست تا این نوک بلندترین انگشت بله اینجوری که بگیری برابری میکنه با قدت یعنی یک اینجوری میشه متر کنین فکس برابر قد هر انسان می باشه ایره تجربه کنین در فامیل چیزی که فامیل خانواده است کل شنمه تو در خانه تیاره واره خوبته متر کنین همین ذره فرق همه خوابیدن کف سالان اینجوری چه کنیه وقتی تو میخوای اینو متر کنی خب از بالا تا پایینو متر کنی نه میگن مثلا شاید قدی باید حتما وایسی کنار یه جایی باید صاف وایسی اینجوری راست میگه وقتی تو اینجوری راحت تره که یه متر رو دقیقا بذاری اینجا تا اینجا یعنی این وری فکر کنم عرضی راحت تره تا قدی اما این برای کلان افرادیه که دیگه سلامت کامل دارن آیا مثلا دست مثلا من کوتاهه که دیگه نمیشه جور در نمیاد تاوان زمین به خانه شان مهمان آمده در مهمان خانه شده یه دیگه متقیم یه بینم قدید چقدر یک چاکلیت هم میگیره باز پس میره یک دفعه باز دیگه دفعه باز جانم یه حرکت مادر جو بچیم شرم هست مادم میمان چی خواد گفت چقدر شم گشنه دختر هست میمانم میمانم گفتم که بر مادرم بردم ایرم اینجوری بلدی رابری بسیار سخته ولی پسرها فکر میکنم خوب بلد باشن چون اگر که عسکری و سربازی رفته باشین یه تنبیه هایی داره بهش میگم پامرغی و یا کلاغ پر کلاغ پر جفت‌ها رو باید با هم بپرونی پا مرغی فقط بدون اینکه بلنشی اینجوری پا جمعه آره بعد یه قدم یه قدم بیای بعد طرف میگه من تا سه میشمارم تو مثلا باید 20 متر رو بیای همیشه میگه یک دو میذاره تو یه متر برسی به اونجا میگه سه و نتونستی تنبیه بعدی و اینه که افسرها هی تنبیه میکنن هی تن من که نه ولی شنیدم زیاد مذاق بد نبود حاضر دخت نشده عالی هستی ما خانه گفتیم دگه خیلی گفتیم همه داره از خودت میگه نگمورا 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 فاسه یالا فی گودا کمورا بگو میا بگو میا بگو میا جلالی دادم و دم وقف مورا برافو برافو به این وقفه جدید باز هم سلام تقدیم میکنم بیننده های برنامه دم بدم از شبکه جهانی خورشید متشکرم خوب ما یک علاقه من دستم در شهر سر خوردیم سلام علیکم علیکم خوب هستی و غیر جانب جوره و تو را دیدیم در تلویزیون بایت میخوانی تشکر خوب نداشتی خوبی شما میخوانی خدا و قرآنه شما با موسیقی میفهمید؟ آه محکوز که که غیر تو را دیگه کسا سایل نمی کن مازی نشانه تا که تو میکنه که خوشم یه آره چه؟ آره ما کس میکنی کردیم؟ ها؟ کس میخوام الان کردیم؟ میکنی الان میخوای با؟ خواه رقم که میکنی حالا یک از کتی ما میگیری؟ آه میگیرم یک از کت؟ حالا نه باز پسان نه همی حالا یک از بگی باز من میرم با قرآن آقای میاد سلمان دا وقت میشه با خدا باز اوتال ایلا کدیم این اوتال ایلا کدیم خیره اگه است بگی حال تو خوشوی نداری که مامانیت کنه دیگه چی بروش کریم است خیره اگه است بگی کدیم میای از که گیم خیره خیلی خوب میگه خیره بگی حال ما با خمند تو ما از تو ما باید میرفتیم اکس میگرفتیم اصلا من اگه جلو کاکا آصف بشینم میشم مثل بانو لطیف عزیزی بودن درسته؟
فقط میخندم، یعنی هیچ کاری نمیشه بکنه، فقط با خجالت. خیلی خوب میره آخه، اصلا اینقدر داره، اینقدر داره، بعد تکراریه ها بعضیاش، ولی اصلا تو نمیفهمی و حسش نمیاد. حالا یه چیزی که خیلی دقت کردم توی حالا کسانی که برنامه میگردونن و مجری هستن، خیلی سنگ تموم میذاشتن، خیلی سنگ، یعنی صد خودشو میذاشته وسط برای هر مهمان، انقدر جنب و جوش نداشتم و هر مهمان، یعنی با هر اکتی که اون مهمان داره، مثلا من یکم کم انرژی هم، شما خیلی پر انرژی، ولی کاکا آصف همیشه صد خودش، خودش تو صد، یعنی. برای همین بود یکی از برنامه هاشون که خیلی حال خوبی نداشتن و ژولیده طور بودن و اینها، خیلی برامون جای سوال بود که چرا، چی شده که کاکا آصف یه برنامه این شکلیه، که خیلیاتون گفته بودین که ولی برنامه خیلی قشنگی بود، دو پارت هم رفتیم ازش و تموم شد خندستان و خیلی برنامه قشنگی بود. پایین تر ویدیوشو میتونیم ببینیم. پیشترام گفتی یک دفعه در برنامه اونو جلالی در آفت دیدی اونو برنامه دنبادم کنی، برنامه دنبادم میمون بودی یا نی؟ کتی تو جلالی در آت خونم اونجا نگفت که مده گذر فکر از گفت علاقه من دار که کتی ماسک بگی باز من کتی شست بگیرم مال باز کتیوانا نگفتیم کتیوانا همه گفتیم حال دیوانا اون جور دارم سب کنم دیوانا هستیم حال آدم خواستم حال آدم خواستم اوی خالی تو خوب خوچی خوب حالا کتی اوش یارو میگی که فقط دیوانا دل نداره آها دیوانا اعتبار نیم حال چیه اعتباره اینه سیک و الاغت اوشیارا که در سر دیوانه حاله اینم اوشیاراست که رشوت میخوره، اینم اوشیاراست که قتل میکنه، اینم اوشیاراست که دوزید میکنه، نزدیک گفته بودم پدر ناله تاره. اینجا جا داشت یه ایموجی هست توی چیزها این شکلیه، دقیقا این بود به حرفای استاد آصف جلالی. چقدر خوب گفت و همه اونایی که سالمنن که این کارا رو میکنن، دیوانه کیه؟ دیوانم دل داره، دل مثل من که دیوانه تو شدم، خیلی هم میفهمن. آره مثل من که خیلی میفهمم. دیگه بیادر بینمی کدام دیوانه رو دیدی که جای رین فجار داده دایی چکت حالا که بقرون رو گکتی مکس نگر یا گم یای تنه نه نه خودشی نمیگم ترسیدم از دار بیادر نه 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 ما دایی نیجا میشکر بینم خودش باید خیلی بیا کس تا داشته میگذد نه من سو میترسم موبایل داری؟ موبایل؟ خیلی کتی چی هست بگیریم اخو موبایل ندارم نه موبایل خود بگیرم خب بگی کتی چی بگیریم اخو موبایل ندارم سناریوه دلت از موبایل خود اکس بگیرم آه دیگه ما خو موبایل دیگه ما دیوانه رو سعی کنم دیگه ما که موبایل داشته باشم ما کتی تو اسک میگیرم والا چه مجلس خانومه چجوری گفت اسما جان؟ یه چیز این شکلی هم یه متن این شکلی بود که مثلا توی توییتر و اینا زیاد استفاده میشده تو کامنت گذاری یا مثلا میگه من خیلی خوشگلم فلانم چجوری به خودت اجازه دادی که مثلا بیای میگه اگه مثلا من تو نبودی یعنی مثلا میخواستم به خوشگلی خودم نگاه بکنم که اصلا سمت تو هم نمیومدم حتی یعنی یه همچی جوابی بود حالا اینو گفت موبایل نداشتم گفتم ماسک بگی کتیم خنده نکو چیز با حال مهمونه خیلی خوبه حالا خوشی ها رستا تو براستی که دیوان هستی بوی خواهی دیگه ای دختر که تو ما چی نو میخواد اثبات کنه بخور من رو ترساندی نه نمیخورم بخور چایتا بخور از دیوانه رو نمیخورم چالکت میخوری چالکت نه چالکت بادام میخوری نه پسته میخوری نه نه ایچی نمیخورم خیلی برای چی آمدیم که برخانی تو راست میخورم دیدن جلالی سایی با منه زنده باشی تشکر چطور خوش میشه و خیلی برنامهشون جذاب که تو هر برنامه هم که باشن حسابی حواسشون به مهمون هست که خیلی مهمونداری میکنه و دقیقا این که میزبانشون باشه و اومده باشه مثلا به خانه میگه که حالا که تو هیچی نمیخوری برای چی اصلا اومدی مهمونی برو خونه خودتون چطور خوش میشه نامتان اینا بازم اگه دیوانام بودم از دیوانای با تربیه بودم حالا بیخی یادم میاد یه چیزی تعریف کنم من بودم قبا وش بودم خب اجازه است با حاضرین در تالار کسی که خواسته باشه کل چطورستی کل ایت سر ماشین کدی خلق شدیار وار معلوم نیست خوشتی بامزه بود اول ویدیو خب. دیدم کی هست که گیم بازی میکنه دینگ
یک نفر آدم شوخ باشه. شوخکتر از پریفان نداری مثلا؟ شوخ هستی بیادر؟ بله. نه خیلی شوخ کار نداری. پریبروت بزرگ بیایی لالای قد اونه مای خداریم. خب این قشن بله. سلام علیکم. اول بر جلالی صاحب سلام، دوم به میمان سلام، سوم به تماشاگر دم به دم. ای خیر ببینی آفرین باشه. که امرای جلالی صاحب سلفت که بکنی مایکفی میخواستم بگم اینقدر جوه مجریگری رو گرفتی لالامون دیگه سرفه رو هم گفت، یعنی تو میکروفونه گفت. یاد مهدی افتادم اینجوری میکرد. حالا میخواییم امرای جلالی صاحب گیم بازی کنیم. بریم. تشکر. مرسی از این گروه موسیقی و این افکت ها. اینجا سه پارچه استک خوب است؟ دیگه تالیتا به جنگان شانسی هم هست دیگه. بسم الله گفته. بسم الله گفته. بانو اسماره به تی برد بخوان. خواب آواز خواندن در یک آهنگ هندی. آخه من شرکت کرده بودم خراب میکردم. نه دیگه تو که بلد نیستی همینجوری باید بگیم. خوبه سنه که تو دوه خواندنه تا یاد بگی دادله. تمرین کن زود باش. جلالی را چشم بسته باید گیر کنی. خوب شد که این نبود خدام کجا و کجا میدواندم. حال خب معلوم شود کمی کلش یک چیز نباشه. عزیزم یک هزار افغانی پول نقد. اوه به اونی که شرکت کرده برنامه فکر کنم یکم تایمش مثلا مال قبل‌تر باشه. مثلا 1000 افغانی که گفتم فکر کنم پول خوبی بوده، یعنی یه پول گنده گذاشتن. بخون دیگه. انتخاب کرد. بخون. هاگایا هاگایا باس باس همه باید بسته سب کن نخواستی کت 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 تو بیادر سر خود ریشخند میده یا سر ما بای خیلی خون بود. نغمت یک دوزین از تو آگایا را میخوانی چقدر با جنبست دارم. هر کس از خود خوار و مادر داره تو میگیری آهنگی یکی را در دیگه گرد میکنی نوغال مغال ما را میکنی چون بیادر آدم فطر خودم میگیره. تو اول ندیدی کم اون نغمه یک دوزین هست. خیلی خوشتیم شده شقدم برم نمیشه برگشت کات نه هر چی بگی از ارزش کاری که این لالامون داره اجرا میکنه کم میکنه. یه دونه موسیقی هم داشتیم مسابقه تی وی پرشیا بود، چاکی قدیمی بود تی وی پرشیا، یه خانمی اومده بود بعد یه آهنگ معروف بود که لا 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 اون حتما برید ببینید تو یوتیوب میترکید از خنده. یه چی تو همین مایا که بقران موسم سلسله لارا کیدیه ای اولش شروع میکنه بازونمو بازونمو آگایارا در دون سلسله میخوانه برد. خب همینو بلده دیگه، چیز دیگه بلد نبود دیگه. آهن وای سومی حالا شخص تو آگایا بی خیالم نمیشه. آره این سری بارش روی ریتم دیگه بعد خوبه. باحال خیلی خوبه. خوبی بینه او بیادر
جلالی تو چی میکنی را بیادر؟ جلالی صاحب میخواییم بینی ما را پیشم این سیاسر بریدی را بیادر واقعا نفسش گرفت از خنده یک نغمه خوبیش بگی میگویم یک آهنگ ببین چهارمی ها بتره کن یک ماکم نغمه بگی بگی گیا بگی گیا بگو نوبت تو اینا ها گیا ها گیا آخه هنوز هنجرش داغ نشده خیلی خوبه این پسر این پسر واقعا طنز کارش واقعا یعنی کارش کار طنزه بچه به الان چند سالشه خیلی خوب داره میره بعد قشنگ نگاه میکنه با کاکاسه بونه چی کار میکنه بیادر از کجا میخوانی تو؟ جلالی میخواییم یک آهنگ برای نامزاداران اوه تقدیم یک آهنگ از امورم میخواییم به خاطر نامزاداران داریم خواه یا آهنگ از نشانی هستن امی آهنگ آله که میخوانی چقدر شبیه بودن؟ از این دیگه در میخواییم آهنگم میخوانم خواه آگایا را ترجمه کردی با فارسی عشقش در اومده دوستم این دفعه اول ای بخانه بعد از او شما بره آره عاشقانه خود تیک ملامت نیستی عاشقانه است این جلالی صاحب من یه آهنگ میخوانم برای نامزادارای عزیز نامزد مهربان یه همسری خودت هم نامزاد هستی جلالی صاحب خودم نامزاد نیستم میخواییم که نامزاد شم انشالله فقط نخون برا نامزده خدا هم در توی خودت چند دفعه آگایا رو بخونی برا همه شون بخونی در خور بخونی نه جلالی صاحب بود چی نبود خواه آمادگی هم سعیی تو نداشتم ده آهنگ ایندی ها مگم امی آهنگ هم باید تو خدایی دادانه جلالی صاحب من یه آهنگ بسیار دوست دارم خب ولی جلالی باش فاز گرفته فیلمش هم دارم این حال با فارسی کدام آهنگ میخوانی؟ پک تو بنده پویگی آهنگ میخوانم برای نامزاداران است خب حال خویش خوشش دفعه گفت یه دفعه چطور؟ شش دفعه گفتی دیگه افسوس خودی که دستامو خوش شد افسوس دیگه افسوس چرا؟ خاله جان افسوس که نامزادار هستی افسوس که نامزادار هستی گل گلاب دبایی خواستی هوایم دستی نگم دستا هماند با پیش یک یار هستی افسوس که نامزادار هستی گل گلاب دبایی خواستی هوایم دستی نگم دستا هماند با پیش یک یار هستی رفی نامزاد با بگانه ها شدی رفتی نامزاد در بگانه ها شدی دل شکسته افسوس که نامزاد آرستی افسوس که نامزاد آرستی نام خدا مانده بود از خانه جان تشکر میکنم زنده باشه از جلالی صاحب تشکر از میمان برادر که جای مرا نگیرید ما اون جان کسره قخنده داده نذاری ده یاد آهنگ آگایا با خدا تو بیگ ام آگایا را باید یاد کنی مثلا باید پخشش کنی تو یوتیوب آگایا ha gaya
جان شریفی کنم شم نمیاره خیلی تشکر از شما. نام نجات جان است. نجات جان هستم از ولایت کابل. کی؟ نجات جان هستم. نجات هستم از ولایت کابل. مرسی. نجات جان. من درستش کردم دوباره همونو تکرار کرد. خندیدن ازش. نجات هستم دیگه. ولده. محمد غوث. ولدیت. محمد رسول ولدیت ولدیت عفت پشت بود پشت بود یادم رفته شجر نامه رو باید بریزی بیرون نامه بچه تا چی میمانی؟ بازار بخیر بارو بازار جان تشکر بارو سه کتاب بارو زنده باشی این پسر باید بیاد نزدی گفته بودم مایک خوردی مایک خورد مایک خورد مایک کجا میبری خیلی خوبی خیلی آگایا مایک کجا میبری اصلا آدم دلش نمیخواد تو برنامه تموم بشه و اسکوپ کنه آره ولی واقعا برنامه خیلی خوبیه و اگه دوست داشتین حتما ادامهشو ببینیم دوره همو کیف کنیم دمتون گرم دمتون گرم مرسی از معرفی بعضی از برنامه بیشتر برنامه کاکا آصف جاهای خنده‌دار زیاد داره و کمدین واقعا والایه ولی انقدر توی برنامه کاکا آصف من نخندیده بودم آره اصلا بی‌نظیر بود ثانیه به ثانیهش میتونست حالتو خوب کنه امید که حال همتون حال دلتون خوب باشه و با ما همراه بوده باشید مرسی که تا اینجا با ما بودید قربون شکل ماهتون بشم ماچ به کله هاتون تا ویدیوی بعد بای بای, بای.